تست شماره 125 به طور معمول در انسان قبل از جای خالی جنین جای خالی. گزینه رو چک کنیم. میگه قبل از تشکیل سیاه رگ های بندناف، بچه ها سیاه رگ های بندناف همینجا این گزینه غلط شد. سیاه رگ یه دونه، سرخ رگ دوتا، پس برعکس. قبل از عمل جایگزینی بلاستوسیت مادران باردار قطعا از بارداری خود مطلع میشوند. خوب دقت کنید بچه ها، بعد بررسی بکنیم ببینیم مادر و جنین با هم چه رابطه دارن. خوب تختر نگاه کنید. من میام مادر رو چرخش رو اینجوری مچرخص میکنم، 0 14 28. اصولا لقاح از بین روزهای 14 تا 16 انجام میشه، یعنی روزهای 14 تا 16 میشه روزهای صفر جنین. روز صفر جنین میشه روز لقاح، درسته؟ چند روز بعد از اون جایگزینی انجام میشه؟ جایگزینی تقریبا 6 روز، یا حالا بگیریم 1 هفته. پس اینجا تقریبا 6 الی 7 روز گذشته. بچه 6 7 روز از اینجا بیایم جلو، اگه 14 باشه 14 به علاوه 6 میشه 22، اگه 16 باشه میشه 24. مادر کی متوجه میشه که باردار هست؟ زمانی که پریود بعدی اتفاق نیفتاده. پریود بعدی کی باید اتفاق بیفته؟ اینجا. پس میگه مادر وقتی عمل جایگزینی انجام میشه میدونه بارداره، به هیچ عنوان نمیدونه. مادر زمانی مطلع میشه که جنین رگهای خونی و رودش در حال تشکیله، حدوداً میشه 3 هفته. یعنی جنین که 3 هفته شده تازه مادر مطلع میشه. چرا؟ چون دوره در واقع چرخه قاعدگیش تموم شده و چرخه جدید شروع نشده. این یعنی یه اتفاقایی داره میافته. پس گزینه 2 هم رفت رو هوا. بریم سراغ گزینه بعدی. میگه به طور معمول در انسان قبل از به وجود آمدن پرده های محافظت کننده اطراف ساختار جفت به وجود میاد. بچه ها پرده های محافظت کننده مال هفته ایه. تقریبا اوایل هفته دومه. ساختار جفت برای اواخر هفته دوم. پس ابتدا باید پرده های آمونیون و کوریون تشکیل بشه، بعد کوریون تازه جفت رو به وجود بیاره. اوکیه؟ پس پرده ها به جفت مقدمن. جوابمون شد گزینه 4. بررسی بکنیم چرا. میگه قبل از شروع تشکیل لایه زاینده جنین حفره‌ای در دیوار رحم توسط آنزیم ها ایجاد میشه. ابتدا باید جایگزینی انجام بشه و بعد از اون بریم سراغ این که لایه های زاینده به وجود بیان. پس جواب این تست هم شد گزینه 4.